شکر بس میکنم با آقای بلال احمد فاطمی که از طریق خط اسکایپ از بریتانیا با ما وصل هستند. فاطمی صاحب، شما را به بس خوش آمدید میگم. چقدر امیدواری ها برای این وجود داره که با آغاز شدن ماه مبارک رمضان درگیری ها میان فلسطین و اسرائیل کاهش پیدا بکنه یا به گاتش بس برسه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما آقای داریوش و بینندگان برنامه شما. خب این امیدها قبل از رمضان بیشتر بود و نشستی که در فرانسه صورت گرفت تا یک آتش بس صورت بگیره که به او در توافق نرسیدن، چرا پافشاری صهیونیستا بر این بود که این آتش بس کم از کم 6 هفته و بیش نابیش 6 ماه باید باشه و فلسطینی ها بالخصوص حماس مخالفت زیره کردن و گفتن که نه، این آتش بس باید طویل المدت باشه تا موقعی را برای مردم غزه برابر کنه تا بتانن اعمار مجدد خانه های خود و زندگی خود شروع کنن، چیزی که در اونجا رد شد. و با ورود رمضان وقتی که دیدم که یه آتش بس صورت گرفت و بار اول از فکر میکنم که در عنانات عرب ها و ایجا که ما ببینیم که در ماه حرم به حساب جنگ صورت میگیره، این ماه محرم که است در ماه رمضان در عرب ها و بالخصوص خود صهیونیست ها و یهودا که به معتقد پیرو دین ابراهیمی هستند، در ماه محرم جنگ حرام است و اینا به حساب خونریزی و اینا رو نمی کنن. اما ما دیدیم وقتی که نتانیاهو گفت که اگر حماس آمادی صلح نیست، فلحاظ ما هم آمادی ازی هستیم که در ماه مبارک رمضان هم به حملات خود ادامه بدیم. امید ازی که اگر یک آتش بسی می شد قبل از رمضان بیشتر بود، اما با ورود رمضان و ادامه بمباردمان که در ظرف 24 ساعت گذشته 67 نفر دیگه چی شده شهید شده و 106 نفر زخمی شده، 25 نفر از گرسنگی و تشنگی جای حیات و زندگی خود از دست دادن، فکر نکنم که در ماه مبارک رمضان بعد ازی با کدام آتش بسی اینا متوسل خواهد شوند. این حملات و این جنگ ادامه خواهد داشت و زندگی بر مردم غزه بسیار دشوار و مشکل است، بالخصوص در ماه مبارک رمضان که به هزاران مساجد مسمار شدگی است، حتی مساجد نیست که مردم برای عبادت و نماز خود برند. در مورد مسجد الاقصا هم تیمار بن گویر وزیر امنیت صهیونیستا اعلان کرد که محدودیتی بر نمازگزارا گذاشته شود تا اینانده تانن به نماز در ماه مبارک رمضان بیان، چرا که میشه که در این ماه مبارک رمضان از ورود از اونا در مسجد الاقصا برای اسرائیل خطر روبروی شود. فاطمی صاحب، بسیاری از رهبران جهان مخصوصا جهان اسلام با فرارسیدن ماه مبارک رمضان صدا زدن بالای اسرائیل که به نحو به نقطه تفاهم برسه، از افغانستان گرفته تا عربستان سعودی همه یک صدا خواستن که جهان بالاخره باید مسئولیتش را در قبال فلسطین ادا بکنه. این خواست ها اصلا میتونه جایی را بگیره؟ هرگز نمیگیره، چرا که جهان غرب بالخصوص یهودا میدانن که کسایی که در صدر جهان اسلام نشستن اینا همه غلاما و القباگوشای از اینا هستن و در خفا با اینا را دارن. هر کدام از اینا در خفا با اسرائیل و با امریکا را داره. حتی در طول همی 5 ماه و 5 روزه که از جنگ از 7 اکتبر 2023 میگذره، همه کشورهای اسلامی فرزن از اردن تیارات پرواز میکنه برای بمباردمان، از طریق مصر از طریق ترکیه مواد انفلاقی و جنگ بر اسرائیل میایه، کلی چیزا در خفا با اسرائیل ادامه داره. عربستان سعودی در خفا با اسرائیل یهودا داره صحبت های برسم شناختن و اینا را تا بال ادامه داده. فلحاظ در همچی شرایطی چطور میتونه صدای غلاما و القبگوشه که در عقب پرده با اونا در خفا در سازش هستن تاثیر داشته باشه؟ صدا در وقت تاثیر داره که شما جدی باشین، اقدام کنین و عمل کنین. عمل جهان اسلام صورت نگرفت. در 56 کشور اسلامی کشور پیدا نشد که استادگی کنه. یگانه کشوری که استادگی کرده و استادگی غیر مستقیم است، مستقیم نیست، ایرانی ها بودن که به ذریعه حوثی ها، حماس و حزب الله اقدامات کردند. اما درست. از ترس علن پیش آمده نمیتونه. حال سوالی که در نهایت مطرح میشه با در نظر داشت تمامی این ناگزیری ها مخصوصا برای مردم فلسطین،
و کم شدن بالاخره امید از جهان اسلام و سازمان ملل به خاطر پیدا کردن یک راه حل و راه آتش بس، چه راه عملی و میکانیزم که بتانه حداقل مفید تمام شوه در حال حاضر باقی میمانه؟ با صهیونیستا با جز از رای زور که بتانه که اینا را بتقاید بی کنه، یعنی هرچی که اگر اسرائیل زیاد ضربه بخوره اونا زودتر متمایل به این خواد شدن که بینشنن، تا بال ضرباتی که از طرف حزب الله و حماس بر اسرائیل وارد شده و حملات که از طرف اسرائیل برای مسلمان، بسیار زمین تا آسمان تفاوت داره، یعنی او ضربات نیست، دیگر راهی وجود نداره، که چرا که راهایی را که از او استفاده شده مثلا پایپ گیس و پترول اسرائیل از ترکیه میگذره، آیا ترکیه او را بسته میکنه؟ اگه امروز بسته کنه اونا مجبور میشن به سر میز بیان بینشین و صحبت کنن. همکاری هایی که از طرف مصر و دیگه کشورها با اسرائیل در دا ادامه داره، اگه اونا بسته شد و اینا مجبور خواهد شدن، در صورت که جهان مسلمان و جهان اسلام با دروی و منافقت داره ادامه میته، دارن برادرشان در دمی رویشان زبح میشه، کشته میشن، انسانیت داره از حساب جان خود باخته میره، مگر عملی که لازم است او صورت نمیگیره. چطور میتونیم یک قدرت بزرگ اتمی را که تمام جهان غرب در عقبش داده، جوی بایدن از یک طرف از هوا دا آب و دانه مندازه، از طرف دیگه مواد انفلاقی و جنگ با اسرائیل میته تا کشتار ادامه بده، در همچون منافقت های جهانی چطور میتونیم با امید به یک صلح و آرامش کلی داشته باشیم؟ بله، سپاسگزارم آقای فاطمی از این که در بحث ما بودین.